دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که خوب و خوش باشید. به آشپزخانه فریبا خیلی خوش اومدید. امروز قراره که یه کوکوی بادمجون خیلی خوشمزه و متفاوت با کوکوی بادمجون قبلی رو با هم درست کنیم. برای این کار احتیاج داریم به بادمجون، سیب زمینی، سیر، تخم مرغ، جعفری تازه ساتوری شده، نعنا خشک، فلفل قرمز، فلفل سیاه و نمک. یه دونه بادمجون بزرگ داریم که ابتدا باید پوستش رو بگیریم. بعد از اینکه پوستش رو گرفتیم، حالا اون رو با رنده درشت رنده میکنیم. قاشق غذاخوری سرخالی نمک رو به بادمجون های رنده شدهمون اضافه میکنیم و اونها رو مخلوط میکنیم. برای نیم ساعت کنار میذاریم تا تلخی بادمجون گرفته بشه. دو تا سیب زمینی بزرگ داریم. پوست سیب زمینی ها رو هم میگیریم. سیب زمینی ها رو هم با رنده درشت رنده میکنیم. سیب زمینی های رنده شده رو توی دستمون میچلونیم و آب اضافیش رو به این ترتیب میگیریم و توی کاسه دیگه میریزیم. بادمجون ها هم بعد از نیم ساعت تلخیش گرفته شده، آب تلخش کاملا خارج شده. حالا اونها رو هم مثل سیب زمینی ها داخل دستمون فشار میدیم، آب اضافیش رو میگیریم و توی کاسه روی سیب زمینی های رنده شده میریزیم. سه چهار حبه سیر رو هم با رنده ریز رنده میکنیم. سیر رنده شده رو هم به بادمجون و سیب زمینی رنده شده اضافه میکنیم. دو قاشق غذاخوری جعفری تازه ساتوری شده و یک قاشق چایخوری نعنا خشک هم داخل کاسه میریزیم. یه مقدار کم نمک بهش اضافه میکنیم، چون قبلا داخل بادمجون نمک زدیم. نمک زیاد بزنیم شاید شور بشه. نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه، سر قاشق چایخوری فلفل قرمز. سه تا تخم مرغ داریم که اونها رو داخل یک کاسه میشکنیم. و با چنگال میزنیم تا یه مقداری از حالت لختگی در بیاد. تخم مرغ های زده شده رو به موادمون اضافه میکنیم. تعداد تخم مرغ ها بستگی به اندازه تخم مرغ هاتون داره. اگر که تخم مرغ هایی که استفاده میکنید ریز هستن، میتونید یه دونه تخم مرغ دیگه هم بهش اضافه کنید. حالا تمام مواد رو خیلی خوب با هم مخلوط میکنیم. مایه کوکومون آماده شد. میریم تا درستش کنیم. خب، داخل یک ماهیتابه 3-4 قاشق روغن میریزیم و میذاریم تا داغ بشه. حالا مایه کوکو بادمجونمون رو که به این صورت آماده کردیم رو داخل ماهیتابه میریزیم و اون رو صاف و یه دست پخش میکنیم. در ماهیتابه رو میبندیم و میذاریم که کوکو با حرارت ملایم یک طرفش سرخ بشه. خب، یک طرف کوکومون سرخ شده، باید اون رو برگردونیم تا طرف دیگه اون هم سرخ بشه. به این ترتیب که یک دیس رو به صورت چپ روی اون میذاریم و اون رو برمیگردونیم.
این هم از کوکو که یک طرفش سرخ شده. حالا دوباره اون رو داخل ماهیتابمون منتقل میکنیم و میذاریم تا طرف دیگه اون هم سرخ بشه. دوباره در ماهیتابه رو میبندیم و میذاریم که با حرارت ملایم کوکومون آماده بشه. خب دوستان عزیزم، طرف دیگه کوکو هم سرخ شده، با حرارت ملایم و در بسته کاملا پخته شده و آماده سرو هستش. همونطور که دیدید چقدر هم راحت بود. به به، یک کوکوی فوق‌العاده خوشمزه، خوش عطر و بی‌نظیر. امیدوارم که از این برنامه هم خوشتون اومده باشه. این کوکوی خوشمزه رو آماده کنید و مطمئنم که از خوردنش لذت میبرید. لطفا ویدیوهای من رو بین دوستان و آشنایانتون به اشتراک بگذارید. سابسکرایب رو فراموش نکنید. زنگوله رو فشار بدید تا از برنامه‌های بعدی من مطلع بشید. خیلی دوستتون دارم. تا یک برنامه دیگه، خدا نگهدار.